به نام خداوند بخشاینده و مهربان و بار سلام. به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. خبر فوری: حمله راکتی بر مراسم یادبود از مزاری در غرب کابل. چینل را سابسکرایب نموده و زنگ آگاهی را فشار دهید. مراسم 24مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری با حضور مقامات بلندپایه حکومت در غرب کابل برگزار شده بود که در جریان آن صدای انفجارها شنیده شد. با گزارش سپوتنیک، این انفجار در هنگام سخنرانی دکتر عبدالله رئیس اجرایی کشور در مراسم یادبود از سالگشت کشته شدن عبدالعلی مزاری رخ داده است. مراسم 24.5 سال روز عبدالعلی مزاری با حضور مقامات بلندپایه حکومت در غرب کابل برگزار شده بود که صدای انفجار شنیده شد. با احتمال زیاد این انفجارها ناشی از پرتاب راکت‌های آوان بوده که به منازل مسکونی اطراف مصلی نیز اصابت نموده است. پس از بیرون شدن مقامات از محل صدای چندین انفجار نیز شنیده شده. گفته می شود که یکی از راکت‌های آوان در نزدیکی محلی که مقامات نشسته بودند اصابت کرده است. با گفته گزارشگر طلونیز وای چندین زخمی را دیده است که در نتیجه این انفجار زخم برداشته. حامد کرزی، دکتر عبدالله صلاح الدین ربونی، حنیف اطمر، لطیف فدرام، یونس قانونی، احمد ولی مسعود، محمد محقق و شمار از اعضای کابینه و نمایندگان شورای ملی مصلی شهید مزاری را ترک کرده. بر اساس اطلاعات ابتدایی این حادثه قربانیان ملکی نیز در پی داشته که تا هنوز تعداد آنها معلوم نیست. دکتر لطیف فدرام نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در نتیجه این حادثه سطحی زخم برداشته است. صفحه رسمی فیسبوک آقای پدرام با نشر یک اطلاعیه فوری از زخم برداشتن وی خبر داده است. گفته می شود که قسمت شانه آقای پدرام آسیب دیده است. زخمی شدن محافظین محمد حنیف اطمر. دفتر رسانه‌ای تیم انتخاباتی صلح و اعتدال با نشر یک اطلاعیه فوری خبر داده است که محمد حنیف اطمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در مراسم 24مین سال روز در گذشت شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری در کابل اشتراک ورزیده بود، از حمله بر این مراسم جان سالم به در برده است. در ادامه اطلاعیه آمده است ظاهرا توریرسان بر این مراسم حمله راکتی انجام دادند که در این حادثه به آقای ادمر هیچ آسیبی نرسیده است و بخیر از محل مراسم بیرون شده. اطلاعیه می افزاید در این حادثه 8 محافظ آقای محمد حنیف اطمر زخمی شده است که تحت تداوی می باشد. وزارت داخله بازداشت فرد شلیک کننده خبر داد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان با ایراد جزئیات در مورد حمله بر مراسم 24مین سال روز در گذشت عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی گفت حوالی چاشت امروز یک دستگاه هاوان در مربوطات حوزه 18 در داخل یک خانه جاسوسی شده بود. با گفته وی از داخل همین خانه به محل که نشست امروز برگزار شده بود شلیک صورت گرفته است. وی افزود شخص شلیک کننده از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شده است و چند تن دیگر در ارتباط به این موضوع شناسایی شده و این خانه در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد. خوشبختانه راکت‌ها در محل سخنرانی اصابت نکرده است و در مورد آمار کشته و زخمی شدگان اطلاعات دقیق در دست نیست.